به شدت نگران بودم. پادشاه به من گفت که میخواهد مرا به اعضای خانواده سلطنتی و قبل از همه به مادرش تاج الملوک معرفی کند. تاج الملوک همسر دوم رضا شاه بود و مادر محمد رضا شاه. میگفتند مادری سختگیر به رکگویی معروف بود و با ملکه ثریا بر سر موضوع باروری اختلاف پیدا کرده و جملات سختی به او گفته بود. اولین ملاقات با زنی که به مقامی تاریخی رسیده و کسی جرأت مخالفت با او را نداشت مرا نگران می‌کرد. این ملاقات حتی اگر به زبان آورده نمی‌شد یک آزمایش بود. پادشاه از تنشی که میان مادر و خواهرانش با ملکه ثریا وجود داشت رنج برده بود. برای خوشبختی ما ایجاد یک رابطه دوستانه با خانواده پادشاه و من ضروری بود. وقتی وارد اتاق مهمان خانه شدم، پادشاه مرا به سوی مادرش که روی کاناپه نشسته بود راهنمایی کرد. بعد از تعارفات معمول ملکه خواست در کنارش بنشینم. اولین واکنش من این بود که بر روی مبل کوتاهی که مقابل او بود نشستم. بعد گفتگوی ما شروع شد. گفتگویی که در واقع نوعی بازجویی از سوی ملکه بود. من با کمال میل به سوالات او پاسخ می دادم. سوالاتی از قبیل سلیقه های من، دوران کودکی و خانواده ام. مادر و زندایی من خانواده ملکه مادر را می شناختند و با خواهران او هم کلاس بودند. مادر شوهر آینده هم می خواست مرا خوب بشناسد. او زنی کوچک اندام و باوقار بود، با چشمانی به رنگ سبز کم رنگ. آرزو داشتم رنگ چشم فرزندانم مانند او باشد. در آن ملاقات من تنها نبودم و وجود دیگران به آرامش من کمک میکرد. همه ی حواس کسانی که در آن جلسه بودند متوجه من بود. این ملاقات اول باعث شد که نوعی اعتماد و علاقه بین ما ایجاد شود. بالاخره گویی ملکه مادر هم مرا پسندیده بود و قرار شد نامزدی من با محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران در 3 آبان سال 38 یعنی 1 ماه پس از تاریخ تصمیم به ازدواج من اعلام شود. در خلال این مدت قرار شد که من برای تهیه لباس‌هایی که شایسته موقعیت آینده‌ام باشد به پاریس برگردم. نصرالله انتظام سفیر ایران در پاریس در جریان امر قرار گرفت و بنا شد که وسایل اقامت مرا در پاریس فراهم کند. روز 12 آبان به اتفاق عمویم اسپندیار دیبا و همسرش بانو و زندائیم لویز که از کودکی نزد من عزیز بود به سوی پاریس حرکت کردم. حضور آنها به من قوت قلب می داد. آنها مرا در تهیه جهیزی خاصی که برای دختر مقتصد دانشجویی غیر قابل تصور بود یاری کردند. هواپیما بعد از ظهر در ژنو توقف کرد. من در میان مسافرین سردار فاخر حکمت رئیس مجلس ایران را شناختم و به همین جهت از دیدن گروه خبرنگاران و عکاسان در پای پله هواپیما تعجب نکردم. از هواپیما که پیاده شدم برای استراحتی کوتاه به سوی سالن انتظار فرودگاه را افتادم. هیچ یک از عکاسان به من توجهی نداشتند. اما هنگامی که همراه عمو و خاله هایم به ساختمان فرودگاه رسیدیم، ناگهان عکاسان با سر و صدا اطراف ما جمع شدند. در میان هیاهو و نور فلش دوربین ها با تعجب نام خود را شنیدم. فرح دیبا، فرح دیبا، شما فرح دیبا هستید؟ و چون جواب مثبت دادم سوالات شروع شد. جشن ازدواج چه وقتی هست؟ چه احساسی با ملکه شدن دارید؟ در پاریس چه اقامتی خواهید داشت؟ به کلی گیج شده بودم. گمان می کردم راز ازدواج ما کاملا پنهان خواهد ماند. اما ناگهان متوجه شدم که بدون آمادگی قبلی شخصیتی سرشناس شدم. عکاسایی که هرگز آنها را ندیده بودم مرا کم و بیش می شناختند. اما از این پس عکسهایی که از من گرفتن دور دنیا پخش می شد. از این لحظه دیگر نمی توانستم آزادانه مثل هر زن دیگری رفت و آمد کنم. عموی من هم غافلگیر شده بود و می گفت ما چیزی برای گفتن نداریم. خواهش می کنم راه را باز کنید. وقتی تحت حفاظت مأمورین فرودگاه به هواپیما برگشتیم، نفس راحتی کشیدیم و در خلوت درون هواپیما با عمو و خاله هایم درباره این رویداد صحبت کردیم. بعدها فهمیدم که یک روزنامه نویس توانسته بود جایی در کنار من در پرواز ژنو پاریس تهیه کند. خوشبختانه ما فقط به زبان فارسی صحبت کرده بودیم. استقبال از ما در فرودگاه هنگام شب به هیچ وجه قابل مقایسه
با آنچه در ژنو دیدیم نبود. این بار فرودگاه مملو از عکاس و خبرنگار بود. تا آن روز هیچگاه شاهد این چنین ازدحامی نبودم و به سختی می توانستم قبول کنم که دلیل این همه سر و صدا وجود من است. در حالی که 4 ماه پیش از همین فرودگاه در مقابل بی تفاوتی حاضران پرواز کرده بودم. مأمورین سعی می کردند هر طور شده مرا از هجوم این جمعیت که نام مرا بر زبان داشتند در امان نگه دارند. آنها به زور مرا کشیده همراه خود می بردند و من به خاطر نور شدید دوربین ها هیچ چیز نمی دیدم. نمی دانستم کجا می روم. حتی 1 لنگه از کفش هایم را روی چمن اطراف باند فرودگاه گم کردم و فقط 1 ربع ساعت طول کشید تا توانستم درون اتومبیل سفارت ایران آرامش خود را به دست آورم. مبهوت و در عین حال شاد و خندان بودم، اما در اتومبیل لحظه ای آرامش نداشتم، زیرا به محض بسته شدن درها عملاً در محاصره خبرنگاران قرار گرفتیم. نور دوربین ها داخل اتومبیل را روشن کرده بود و چون اتومبیل حرکت نمی کرد، من خودم را شکار یافتم که در تاریکی تومه شکارچیان شده. وقتی عاقبت راننده توانست اتومبیل را راه بیاندازد، ما گرفتار مسابقه سرسام‌آور اتومبیل‌های شدیم که دنبال ما بودند. عکاس‌هایی که بر موتورها سوار بودند، چنان اطراف ما می‌چرخیدند که هر آن فکر می‌کردم یکی از آنها با اتومبیل تصادف خواهد کرد و از ترس فریاد می‌کشیدم. نتیجه آن که در عکس‌هایی که از من گرفتند دهانم همیشه باز است و خطوط صورتم از وحشت به هم فشرده. بعدها که می‌خواستند مرا زنی بدبخت جلوه دهند از این عکس‌ها استفاده کردند. در چنین شرایطی خبر رسیدن من به هتل کریون پنهان نماند. از روز بعد همه مردم پاریس مطلع شدند که ملکه آینده ایران در این هتل معروف که پنجره‌هایش به سوی میدان کنکورد باز می‌شود اقامت دارد. اقامت من در این هتل باعث تجمع خبرنگاران می‌شد. در طول 2 یا 3 هفته اقامتم در آنجا هرگز نتوانستم بدون مزاحمت اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌های خبرنگاران از هتل خارج شوم. هر نیرنگی می‌زدیم از دستان‌ها خلاص نمی‌شدیم. حتی یکی از خبرنگارها لباس رسمی خدمتکاران هتل را گرفته بود و نزدیک اتاق من آمده بود. این هجوم خبرنگاران علاقه‌ای بود که مردم به شناختن من داشتند و از همان نخستین باری که به خیابان رفتم شاهد کنجکاوی و توجه آنها بودم. با وجود اذیت‌های خبرنگاران سفرم با دقایق جادویی همراه شد. من نمی‌توانستم در برابر ابراز احساسات طبیعی مردم بی تفاوت باشم. بیشک آنچه مرا با فرانسه و مردم پاریس پیوند می‌دهد از همان روزهای پرشوری است که در همه جا با لبخند و کف زدن مردم روبرو می‌شدم. پادشاه قبل از اینکه من در زندگیش جایی بیابم توجه فرانسوی ها را به سوی خود جلب کرده بود. در صحبت با این و آن از میزان همدردی ملت فرانسه در رابطه با اتفاقات ناگواری که در زندگیش پیش آمده بود آگاه بودند. آنها به یاد داشتند که چگونه پادشاه در 21 سالگی در شرایط خیلی سخت جانشین پدرش شده بود و جداییش از ملکه فوزیه شاهزاده غمگین مصر که در تمام طول جنگ جهانی در کنارش بود و سپس بازگشت او به مصر عواطف مردم فرانسه را سخت برانگیخته بود و بیش از آن ماجرای ازدواج دوم پادشاه با ملکه ثریا که به تولد فرزندی که آرزویش را داشت منجر نشد. زمانی که من دانشجوی معماری پاریس بودم مردم فرانسه در این زمینه خیلی حرف می زدند و حالا همون پادشاه در صدد ازدواج با یک شاگرد قدیم مدرسه معماری فرانسوی بود. این عشقی که موجب گذر من از اتاق کوچک در کوی دانشگاه به کاخهای سلطنتی ایران شد، روحیه رمانتیک فرانسوی ها را برانگیخته بود و سبب شده بود به من علاقه من شوند. پادشاه با یک شاهزاده ازدواج نمی کرد. او از آیین زناشویی برنامه ریزی شده میان خانواده های سلطنتی پیروی نمی کرد، بلکه عاشق یک دختر دانشجوی جوان شده بود و همانطور که در داستان‌ها آمده دنبال عشق خود رفته بود. ماجرا آنقدر زیبا و غیر منتظره بود که دور از واقعیت به نظر می رسید. حتی بعضی ها می گفتند داستان دختر خاکستر نشین زنده شده
و کار به جایی رسیده بود که از من به عنوان یک دختر چوپان که در تنگ دستی بزرگ شده بود یاد میکردن. این مطالب عمویم را سخت برآشفته بود. میگفت کم مانده بگویم تو سر گذر به دنیا آمده، ولی این حرفا برایم اهمیتی نداشت. من در شادی بی پایان خودم زندگی میکردم. ممنونم که تا انتهای این ویدیوی زیبا با ما همراه بودی.